بانانا. سلام علیکم، احوال شما؟ خوش اومدیم به کانال من. همونطور که از کلا هم پیداست، امروز یه ویدیوی خیلی خفن داریم واسه منی که انیمیشن بازم و دنبال ریزه ها چیزای کوچولو و ریز داخل انیمیشن ها میگردم. پس قطعا این ویدیو رو میخواستم بسازم و من عاشق مینیون بنانا. و البته که میدونیم که مینیون مال شرکت ایلومینیشنه. همونطور که از اسمش پیداست، یک کانکشنی با ایلو، بله خدمتتون عرض می‌کردم، یک کانکشنی وجود داره و من اومدم امروز 20 تا 21 ایستر اگ و چیزایی که مخفی و حتی یه ذره ایلو جانت ایلو توره و اینا سیکرته و این داستانا رو که تو انیمیشن ها میذارن و برای بچه ها نیست رو بهتون بگم. فکر میکنم اول نفر هستم که میخوام تو ایران این کار انجام بدم و خیلی تازه انیمیشن اومده، خیلی خیلی نشستم دقت کردم و تحلیل کردم، امیدوارم که درست هم باشه، ولی خیلی چیزای عجیبی قراره ببینیم و بشنویم. بریم سراغ اولیش. آقا اگه دقت کرده باشین همون اول داستان، اگه انیمیشن دیده باشین همون اول، گرو وارد جشن فارغ التحصیلی میشه و دوستان داره واسش میگرده، یه نفر سمت چپش هستش که دماغ گنداست، همونجا وایساده که اصلا بهش کاری نداره. اون به نظر شما کیه؟ آقا تو قسمت مینیونای قبلی زمانی که گرو کوچیک بودش داشت چیه کلاسای شروعی داشت تست میدادش، این آقا بود که تست میگرفت، خیلی هم خطرناک بودش، یه تیزی هم دستش میده. آقای دماغ گنده تو همون داستان شروع را همون اول بود که گرو خیلی کوچیک بودش، خیلی جالبه اینجا بود بغل بود، کسی هم دقت نمیکنه و خیلی عجیبه که اینا رو میذارن. واسه من خیلی جالب بود، این اون بود، این همون اون بود، این آقا اونجا بود و ما فهمیدیم اونه. حالا دیگه این چیزا من خیلی دوست دارم کلا. فکر میکنین گروه چند سالشه؟ 30 سال 40 سال چند بهش میخوره؟ یه بنر داخل خود جشن فارغ التحصیلی هستش که نوشته که سال 1985، یعنی اون جشن سال 1985، یعنی 9 سال بعد از مینیونای 2 که سال 1976 ساخته شده بوده. یعنی اگر اونجا که گفته شده گروه 12 سالش بوده، پس 9 سال بعد الان میشه گروه 21 سالش و آقای گروه با اون 21 سالشه. دقت کرده بودین؟ هیچ وقت سن کاراکترها نمیگن تو ویدیو، ولی اینجا میشه محاسبه کرد، 21 سالشه. خیلی جذاب هستم، اونجا واقعا دبیرستانه؟ اصلا دبیرستان نی؟ گروه خیلی گنده تر نی؟ اپای انیمیشن مینیون ها یا من نفرت انگیز یا من شرور یا هر چیزی که شما اسمشو میذارید پر از المان های داداش هاست. اینا ایلو باز هاست، من اسمشو نمیارم بخاطر اینکه آقا غیر قانونی میشه. حالا ایلو میلایشان مثلا همون هست، پر از نمادهای این شکلیه و متاسفانه از قدیم از دوران دیزنی این داستان ها سعی میکنن که با نشون دادن این چیزا به بچه ها خیلی عادی سازی کنن و خیلی چیزها رو بگن و یه سری چیزها رو میخوان اعلام بکنن و تو دنیا هم تو المپیک هم دیدیم که قشنگ اتفاق افتاده. 1001 نماد داستان تو داستان های ایلومینیشن هم قطعا به خاطر هم که اسمشو اینه پره وجود داره. اولی میدونی چیه؟ اولی زمانیه که مکسیم داخل زندانه و یک سوسک چندش آور کثیفه، یه چیز منزجر کننده است. من خودم نگاه میکردم، از این اولش اینجوری بودم ولی عادت کردم چون واقعا از سوس میترسم. مکسیم داخل زندانه، داره ناراحته، داره خودش رو با دوربین اعلام میکنه که میگه میام بیرون، دهنتون رو سرویس میکنم فلان و پاش میخوره به لبه تخت، سه تا دستمال کاغذی میفته بیرون. اون دستمال کاغذی ها تبدیل به عدد 666 میشن. خیلی جالبه و خیلی واضح داخل ویدیو هست، این دیگه نیاز به دقت نبود، اون بغل بود خیلی واضح. دومین نماد که داخل اینجا وجود داره همون داخل زندانه، خیلی اتفاق داخل زندان اولش افتاده، یعنی که ماکسیم داره صحبت میکنه، میاد جلو دوربین فلان نگاه میکنه، چشمو میبره تو دوربین و یک تکچش برای ما احضار میکنه و دومین نماد در عرض چند ثانیه به ما نشون میده. دستشون درد نکنه که انقدر واضحه و این داستانو بدونی اینا همشون جزء نمادها حساب میشن و من دوست ندارم، مخصوصا توی انیمیشن مورد علاقه. سومین نماد که قبلش هستش، قبل از افتادن به زندانش هستش، که تو مراسمه، توی مراسم های همون جشن فارغ التحصیلی هستش که به ما نشون میده، این داستان این چی اسمش؟ این جایزه، این گلدن اواردشون هستش که دوتا شاخ داره و شاخه داداشه، شاخه سیتن عزیز هستش و اونجا حتی به اون نماد هم رحم نکردن. البته که میخوایم این داستانو بخوایم انتقال بدیم، اسم داستان من شروره و این شاخ هم نشونه شرارت و شرور بودن هستش، ولی نمیشه ازش گذشت که میتونه یکی از نمادها باشه، میتونه نماد شرور بودن هم باشه. اینو قبول میکنیم، دوتا قبلی قبول نمیکنم، اینو قبول میکنیم.
یکی از نمادهای خیلی ترسناک ایلو جان اشاره به جنگ و فقر هستش که تو این انیمیشن پره. حالا چون اسمش منشرورت اوکی با وجود داشته باشه، ولی نه انقدر زیاد که تمام داخل مناطق مدرسه جشن فارغ التحصیلی پر از نمادهای اسلحه و مواد شیمیایی و این داستاناست و حتی داخل خود جشن فارغ التحصیلی وقتی دارن از فرش قرمز میان بغلشون این چیزا هستش، همین کنار اینجوری میذارن، این بغلا نماد راکت و موشکه و این نماد جنگه و این خیلی ناراحت کننده است. قبوله من شروره، ولی من اینو قبول نمی کنم، کاملا نماد جنگ وجود داره، پره توی فیلم متاسفانه و هشداری که مدارم میدن. حالا که از داستانه این ایلود این داستانو بگذری، خیلی تا خیلی باحال وجود داره. این قسمت توی داستان جشن فارغ التحصیلی بود که یه دونه ژله قرمز بود، اینا حمله میکنن بهش میفتن تو ژله. داستان ژله رو یادتون میاد تو قسمت‌های قبلی کارخونه ژله سازی داشتن و ژله قرمز درست میکردن. حتی قسمت قبلی که مینیون‌های بنفش رو میخواستن بزنن، این داداش مینیون اومد با ژله قرمز همون ژله است و این نماد مینیون ها ژله قرمز دوست دارن. وقتی ژله قرمز میبینن قاشق در میارن تو اون لباس انقدر رسمی و بادیگاردی و انقدر مأمور مخفی داستان، قاشق داشتن این قاشق چطوری جوری گره جله خوردن، یعنی من دیوونه مسخره بازیشونم. بعد این قاشق از کجا آوردن، دقیقاً قاشق از کجا اومد، من چی بگم؟ ببین میدونی چرا میگم واسه بچه‌ها مناسب نیست؟ چون دایه قسمتش داره چی بگم اسپنک میزنه، اون گیر افتاده مینیونه، اینا دارن زاب میزنن. خیلی ولی خدای بامزه، خدای ببین اینا بامزگیشه، ولی واسه ما که مثلا میایم نکته بررسی میکنیم یا کسایی که این کارو میکنن بعد اینا رو بهش بگیم، یعنی میتونه این منظورم داشته باشه. ما همه جوانو در نظر میگیریم، نمیتونیم بگیم آقا قطعا هست یا نیست، ولی داره میزنه دیگه، اون گیر افتاد اینم داره میزنه دیگه، نمادی از خیلی فیلمای غیر اخلاقیه متاسفانه. شاید من اشتباه میکنم، شاید من خیلی دارم بد میدونه، ولی کلا بد میدونه بررسی کنیم خیلی حالش بیشتر اینجوری عذاب‌تر میشه، مرموزتر میشه. یه چیز خیلی جالب، یه سری نکاتو میان توش نمایش میدن که اگه دقت کنی میگی واه چقدر حال میده. مثلا اون لحظه‌ای که ماکسیم تبدیل به سوسک میشه، متنفر کاکروچ تبدیل به سوسک میشه، اونجا یکی از مینیون ها شروع میکنه یه اسپری حشره کش تبدیل. حالا این چیه؟ یه اسم روشه، یه اسم نماد یه شرکت ضد سوس مثلا سمپا این چیزا. همونجا یه چند دقیقه بعدش، حالا وسط هر جایی که انیمیشن هستش، اون داداشمون با اون ماشین سوسکی میخواد از این بیاد بیرون، یه مردم اونجا با ماشین وایساده که داره اونجا تلفن صحبت میکنه، ماشینه همون شرکت هست که داداش داره مینیون میزنه و توی خود ویدیو توی خود فیلم تبلیغ اونو میکنه که اصلا وجود نداره. چیز عجیب غریب، همون داداش مال شرکت اون سوسکوش از اسپری سوسکوش حشره کش. و خیلی جالب بود، اصلا خودم دیدم کرک و پرم ریخت، این اسپری در آورد زد پیفاف زد، اونم شرکتش اونجا بود، در یه صحنه غیر مرتبط هم بود، مثلا فاصله داشت، نزدیک به هم نبود. یه سری کارو میکنه که آدم بشینه اینا رو پیدا کنه، خیلی برای من جذاب بود حقیقتا. یکی از صحنه‌های مورد علاقه من که توی تریلرش هم بوده، این صحنه که مینیونه تو استخر نشسته، این اکر میریزه اونم آخر میزن سرش. این نکته جالب میدونی چیه؟ شلوارک مینیون سمت چپیه با اون تشکیل بادیش هستش، پشتش هستش، تشکیل پرچم آمریکا دادن و خب محصول شرکت آمریکاست، بعد اینجا هم تبلیغ بکنم. ولی دقت کرده بودین؟ اینجوری براتون دقت میکنم، شاید خیلی معمولی باشه ولی دقت کردم براتون. آقا الان بعد دیگه وارد خونه گرو و رفقا بشیم که پر داستانه، یعنی انقدر المان داره، من ریز شدم سعی کردم خیلیشو ببینم. چیزی هم شما دیدین بگین خدا وکیلی، خیلی اتفاقات خفنی توشه. اولش میدونی چیه؟ اینکه داخل کابینت خونه گرو رادیواکتیو نگهداری میشه. اوکی شما شروری، رادیواکتیو نگهداری چی کار میخوای با اون بکنی؟ اون چیه؟ نماد چیه؟ آخه خیلی نماد زیاده. مثلا زمانی که دارن دوستان وارد خونه میشن، تا اولین بار وارد خونه بشن، رو دیوار نماد یک گله که روی گل به جایی که گل باشه نماد رادیواکتیو و این نماد جنگه. من بدترین حالت یک داستان رو بررسی میکنم، رادیواکتیو توی خونه ای که دو تا سه تا بچه وجود داره، یه دونه بچه کوچولو وجود داره، دو تا آدم اینجوری بودن، این منطقی نیست. اما یه چیز خیلی آموزنده داخل آشپزخونه وجود داره، اینکه آقا این غلاته که میخوام سمونو بخورن علامت عکس کشمش روش داره و یعنی اینکه بدون قند و نماد و نشانگر زندگی سالمه. همش دقت کرده بودیم، این خیلی خفن بود، زندگی سالم دارم رواج میدم و اینو من باش موافقم، خیلی جذابه، قند هرچی کمتر بخوری خیلی به نفعمونه. این خیلی نکته خفنی بود. توی آشپزخونه اون پشت یه دستگاهه، یه دستگاه دیگه، خب اون تو اون دستگاه اون پشت عینکی توش آدامس هست، میزنیم آدامس میاد پایین اینجوری، اون توش پر چشمه، تک چشم، چشم انسانم هستش، تک چشم. الان من میخوام برداشتی نکنم، کسی هست بنویسه این برداشت رو نکن، این نیست، این اشتباهه، کسی از صد بگه این اشتباهه، منم صد نمیگم درسته، ولی این کسی هست بگه این صد اشتباهه و چون شرورن من شروری باشه و اون پشت
اصلا چرا باید همچین چیزون پشت باشه؟ قبول نمیکنم. پر تک چشم بعد به جا آدامس بود میخورن. یعنی دوستان همونجور که میدونید یا نمیدونید مثل من نمیدونستین، تنیس، کسایی که تنیس دارن و یا کسایی که تنیس بازی میکنن از تیشرت های طرح لاکوست، لاکوست نمیدونم اسمش چیه، یکم سخت تلفظش، لاکوست استفاده میکنم و این شرکت برای کسایی تنیس دارن تیشرت میزنه که همون آرنو سوسمان اینجاش داره. حالا داد گروه و دوستان دارن میان تنیس دیگه، یه تیشرت تنیس تنشون کردن دقیقاً طرح همون تیشرت لاکوست، ولی به جای که علامت سوسمار باشه علامت لاک پشته، واسه اینکه شرکت لاکوست بخواد شکایت نکنه و کپی رایت نخوره به جای علامت سوسمار علامت لاک پشت زدن و یک تبلیغ کاملا هوشمندانه بود و پشمام ریخت. یا مثلا میبینی آقا چند سال طول میکشه انیمیشن ساخته شه دیگه، اینا همش باید توجه شه، یه عالم ما واسه یوتیوب اونقدر توجه میکنیم، اینا که دیگه هیچی. خیلی خفن بود، خیلی جذاب بود. اینو خودم نمیدونستم که واسه تنیس این شرکت تیشرت میزنه، عجب کاری کردم. یکی از ایستر ایگ های خیلی خیلی موفقه این داستان که خیلی هم دیده بودن و همون لحظه هم اکثرا فهمیده بودن، ایستر ایگ بازسازی صحنه اسپایدرمن یک یا دو، اسپایدرمن قدیمی بودش که اینجوری دستشو باز میکنه تار میزنه قطار نگه میداره، همین صحنه رو بازسازی کردن و فکر میکنم شاید یه همکاری با مارول داشته این شرکت ایلومینیشن. خیلی صحنه جذابی بودش و واسه من خیلی جالب بودش این صحنه بازسازی کردن، اما آخرش گند زد. البته این بامزگی داستان بودش که هر کدوم از این دوستان ابرقهرمان یه گندی زدن اونجا با این قضیه، ولی بازسازی صحنه اسپایدرمن بود واسه من خیلی جذاب بود، خیلی بامزه بود. اصلا یه دونه سیکرت هیدن پوینت، نه هیدن ساین، سیکرت ساین براتون در آوردم، کرک و پرت میریزه همینجا. ماشین سوسکو، شرکت سوسکوشه بود ماشینه، بهتون گفتم آقا داره تلفن این طرف میزنه، یه پلاک زیرشه و قطعا تو هر انیمیشنی پلاک ها و این داستان ها بدون منظور نیست. حالا ببین چی در آوردم برات. پلاک ماشینه 7WLM882 یا 882 هستش، ولی من تا سر 882 واسه رمز گشایی کردم و خیلی هم جذابه. همون سال 2007 به نظرم سال تاسیس شرکت ایلومینیشن. دبلیو یا همون دبلیو نماد شرکت یونیورسال هستش که مال همین کمپانی و همین این مال اینا میباشد. ال مال همون شهر لس آنجلس یا همون ال ای هستش که دفتر مرکزی شرکت ایلومینیشن داخل همین شهره. ام اسم آقای بزن از اون بخونم، کریس ملادانجری مدیرش شرکت همین ایلومینیشن هستش. 7WLM مخفف این داستانه و اینجا واسمون گذاشتن که آدمای باهوش نیز ما برن بگردن پیدا کنن. 882 هم اطلاعاتی راجبش ندارم، نفهمیدم، و اگر شما میدونستین لطفاً به من بگین، کامنت بذارید، خیلی متشکرم. از این خفن‌تر نمیتونستم رمزگشایی کنم، بهتر از این رمزگشایی بلد نبودم. لطفاً بابت رمزگشایی زیبام ازم تشکر کنید. قربون شما برم. قلعه مدرسه‌ای که دوستان با بالون میخوان برن سمتش و مدرسه شرور یا شرارته، کپی قلعه دیزنیه، خیلی شبیه یه کانکشن. فقط این کانکشن تو انیمیشن که جذابش میکنه، اما وقتی وارد خود قلعه میشه رنگ‌ها و نمادا کپی مدرسه هاگوارتسه و هری پاتر، اگه درست گفته باشم هاگوارتس، دقیقاً مال همون دیگه، یعنی خیلی کپیه مدلشون، نمادها، پرچمایی که داخلشه، رنگای بنفش دور اینا که استفاده شده و کاریشن جالب میتونه باشه اینم، یعنی همکاری در پیش بود، همکاری شد، همکاری اتفاق افتاد و نمیتونه اینا بدون منظور باشه. حقیقتاً این مورد داره دیوونم میکنه، دختر همسایه‌شون هستش، همسایه گروه اینا، که اونم دلش میخواد شرور باشه. چرا دماغش شبیه دماغ گروهه؟ چرا شبیه مام باباش نیست؟ دوست داره شرورشه و رول مدلش و الگوش گروهه، ولی چرا دماغش یکیه؟ این یکی از دارک ترین سیکرت پوینت ها و ایستر ایگ نبود، هیدن پوینت های مخفی، نکات مخفی این داستان بود که دماغ شبیه این زیادی عجیب نیست، یا من خیلی دیگه حساس شدم؟ به نظر من ولی عجیبه. یه نمای دیگه براتون پیدا کردم و این نماد خیلی واضحه. اون جایی که توی فروشگاه دارن دنبال بازی میکنن موی اون بدبخت اون خانم پلنگرکن شیشزلیه مشبکه اینجا انقدر دهن و دماغ و اینا، اون داشت میدویدش که یه قیافه خیلی ترسناک گرفتش بخاطر اینکه پودر و این چیزا بهش خورد و داشتن دنبال بازی میکردن، تش اومد خورد تو شیشه و زمانی که خورد تو شیشه از یه بستنی هم باهاش خورد، که بستنی رنگین کمون بود. این یکی از نمادهای LGBTQ هستش که هممون میدونیم در دنیا، حالا چه درست چه غلطش که من اصلا اطلاعی ندارم و هیچ نظری هم نمیدم، ترجیح میدم که چون بلد نیستم و نمیشناسم ترجیح میدم سکوت کنم و احترام بذارم، تو دنیا داره خیلی تبلیغ میشه و خیلی منطقی تو المپیک فلان 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 همه اینا وجود داره و این تو هم طبیعتاً توی همچین انیمیشن پر بازدید باید تبلیغ اتفاق تبلیغ همچین داستانی هم بشه، ولی درست غلطشو میذارم پای کسایی
کسایی که منتقد این داستانم، من یادم عادیه. نمیدونم اسمشو بذارم سوتی، سوتی عمدی، چیزی که واقعا میخواستن اتفاق بیفته افتاد. ولی چیز جالب، مینیونا که هستن 5 نفر داوطلب میشن که برن تبدیل به مگا مینیون بشن، اونجا لباس ایویل تنشونه، اسم شرکت همون کمپانیه که اولش دارن همه حال میکنن، لباس فرم مخصوص دارن. اونجا وقتی وارد دستگاه میشن و میان بیرون، همون لباس دیفالت مینیونا تنشونه، اون آبی هست جینطور لباس کارتور اونجا اون تنشونه. قبلش تمامشون علامت جی روشونه، این نماد جی به اسم گرو یا همون چیزی که رو بدنشون هستش نماد جیه، ولی وقتی که میان بیرون تبدیل به ام میشه و به مینیون یا مگا مینیون تغییر میکنه. نمیدونم سوتی صحویه، عمدیه، غیر عمدیه، یا اصلا سوتی نیست، اینه این شکلیه، در اون تو این شکلی میان بیرون. اینم برام جالب بود، یعنی قلقلک هم داد، دوستشم بدونم که این از پیش تعیین شده است یا نیست. ولی قطعا توی همچه انیمیشن از پیش مگه میشه سوتی بدن؟ آره سوتی نیست، چرت و پرت. چه دلیل داره پس؟ جی هم شد ام، حالا دیگه مگا مینیون شد دیگه. من که خودم راضیم، یعنی تمام تلاشامو کردم، تحقیق کردم و خیلیم دوست دارم، عاشقی همچین کاری هم تا حالا انجام نداده بودم، ولی کلا دوست دارم، اصلا کلا تحقیقات این شکلی دوست دارم، آینه رو یادتونه کلا دوست دارم. اگر نکته ای میبینید که بازم هستش که من نتونستم در بیارم، حتما کامنت بذارین راجبش صحبت کنیم و من حتما پین میکنم و حتی شده شورت ویدیوهاش هم میکنم که بگم آقا این نکته هم وجود داشت و من ندیدم. ولی فکر کنم نکات خوبی خدایی گفتم و خیلی جذاب بودش. همیشه انیمیشن ها پر از ایستر ایگ و نکات مخفی و حتی نکات یه ذره ایلویی هم هستش. اگر دوست دارین آقا از این مدل مورد علاقتون ها که من ژانر کاریم انیمیشن و فیلم تحلیل اینجوری نیست که از این چیزای شیطونی، این چیزای قلقلکی، این تونه این تونه این چیزا دوستاشم براتون انجام بدم، حتما برام کامنت بذارین. عاشقتونم، تی وی اس رو حتما فالو کنین. این هفته ویدیو خیلی جذاب داریم و ویدیو دیگه مون هم سر جاشه. قربونتون برم، عاشقتونم، مراقب خودتون باشین. بپو.